ترامپ: من با 71 میلیون رأی قانونی پیروز انتخابات شدم. رئیس جمهور آمریکا در توییتی نوشت که خودش با 71 میلیون رأی قانونی پیروز انتخابات شده، اما ناظران آنها اجازه ورود به اتاق‌های شمارش رأی را پیدا نکردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بامداد یک شنبه و بعد از اینکه رسانه‌های این کشور جو بایدن رقیب دموکرات وی را پیروز انتخابات ریاست جمهوری اعلام کردند، مجدداً خود را پیروز انتخابات خواند. ترامپ در توییتی که تمام کلمات آن با حروف بزرگ انگلیسی نوشته شده و نشان از خشم او از اعلام پیروزی بایدن در انتخابات دارد، نوشت: ناظران ما اجازه ورود به اتاق‌های شمارش آرا را پیدا نکردند. وی ادامه داد: من انتخابات را پیروز شدم. 71 میلیون رأی قانونی گرفتم. اتفاقات بدی افتاد و ناظران ما نتوانستند ببینند چه شده است. هرگز قبلا رخ نداده بود. میلیون ها رأی پستی برای کسانی ارسال شد که نخواسته بودند. ترامپ سپس در توییتی مجدد نوشت: 71 میلیون رأی قانونی بیشترین میزان رأیی که یک رئیس جمهور مستقر می توانست بگیرد. ساعتی پیش بود که رسانه‌های آمریکایی از جمله CNN، فاکس نیوز، CBS، اسوسییتد پرس و نیویورک تایمز با بیان اینکه بایدن توانسته به 290 رأی الکترال دست پیدا کند، او را پیروز انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده اعلام کردند. بعد از آن ترامپ با صدور بیانیه‌ای ضمن نپذیرفتن پیروزی رقیب دموکرات خود در انتخابات ریاست جمهوری مدعی شد او در هیچ ایالتی پیروز نشده و انتخابات فاصله زیادی با پایان دارد. در پی این بیانیه، طرفداران ترامپ در ایالت‌های جورجیا و آریزونا با سلاح گرم به خیابان آمده و به پیروزی نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اعتراض کردند.